خوش اومدید. جانچرین کانال فارسی برونات برگشتیم با موزیک جدید از شاپور به اسم کرکره. او شت آقا عجیب. یه تقارنم تو این کاورش رعایت نشده، من نمیدونم چرا. خب مثلا قرمز اومده این ورتر وسط نیست. چجه دو تا دسته مثلا حاجی آدم یا مثلا گورگینه، شاید گوریلا باشه. گوریلا میتونه باشه. آره نمیدونم چرا اومده اونجا مثلا پرینتشو گذاشته و این حرفا. به چه ربط، یعنی چه ربطی میتونه داشته باشه نمیدونیم. حالا بعد بشن کرکره هم، خب کرکره رو میکشن پایین، از اون طرف کرکره خنده، خب کرکره رو میکشن پایین، نمیشه، اینم میشه، اینم میشه. به هر حال بعد بشن ببینیم که چی افته. خب تو این اوضاع اینکه شاپور اومده آهنگ داده به این دلیلی که خب میخواد اعتراضات رو فکر میکنم در مورد اون دیگه، میخواد زنده نگه داره، یادآوری کنه، یا حالا یه همچین چیزی. همونطور که فدایی هم این چند وقت پیش، یعنی بودن یه هفته پیش، این حرکت رو زد. به هر حال می‌بینیم که این موزیک وان دیگه بشتم، یادتون نکنه دکمه لایک سابسکرایب زنگ رو همچین بزنید که اون ورش در بیاد. هشتگ گنگ کردن تو کامنت پاره کنید، نه تنها کامنت، این ویدیو با که در سراسر فضای مجازی که ثروت خودتون رو نشون بدین. ضرب و بندام ادیار بریم. از زیر عبا زده بیرون دست گرگ، لق پایه های حکومت بچه کش. اون که طرف نظامه که تکلیفش روشنه، چش بسیجی هیز در حال تخلیه شدنه. باز اشاره کرد به در آوردن چشم و این صحبت ها و که میگم باز، یعنی چون که فدایی اینو گفته بود. بعد یاد این داستان مشخص شد دیگه، داستان شنگول و منگول بوده چی میگفته مادر از زیر لباسش مشخص شده بود پنجه گرگ و اینا، یعنی زاده عباش شنگول و منگول. من یادم نمیاد داستانشو، ولی اون شنگر دسته. ولی شنگر قرمزی یادمه که رفته بود تو مادر، تو جلد مادر بزرگی همچین چیزی و این حرفا. خب حالا اینجا عباه به چه کار میاد یه لشکر بزده، سراغتون میایم قبل انکر ممکن. سید علی را میندازیم یه محشر خوشدل، نقاب و نیمچه، فندک و کوکتل. کرکره خنده است، دیدی کرکره خنده است، قیافه آخوندم رفتن. جون دارن توی زندون ننشستن، ولی پوله هاشو بارا بستن. هنوز جون دارن توی زندون ننشستن، ولی توله هاشون بارو بستن. یه مشخصه دیگه. خب توله های این آخون ماخونده. حاجی من چقدر آخون بدم میاد، کون شنیدی؟ من اصلا این جون ندیدم، فکرم کون گفتش. نه نه کون دارن. اگه کرکره رو کرکره خنده بوده، نه کرکره رو میکشم که قیافه هاشون. حاجی قشنگ داشتم تو ذهنم تصور کردم که آقا مثلا میگه آقا مثلا ما با اینا میخندیم، یه همچین استایلی. اینش خیلی باحال بود قبل از انکر مونکر میان دوباره سراغت. آخ 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 آخ، یعنی اول یه دور ما میگایم اتان، بعد انکر مونکر یه دور مونکر یه بار میگاین اتان. خب این میگاین داستانش تو ویدیو قبلی میتونیم بفهمیم. بریم. کرکره خنده است، قیافه آخوندم رفتن. همه بده بره. دارن توی زندون ننشستن، توله ها کرکره رو کشیدن و بارو بستن. خون کشیدن به کشور با اسلام زوری، قاتلای زنجیره‌ای میشن ارزای روحی. به زودی به هم میرسیم و وصیت کنید باید نزدیکتون باشم، این اشکال یوزی. یوزی خب دور میزنه، ما واسه همین با یوزی نمیایم یه همچین استوری. بعد نزدیک بیام نه چیز بعد قاتلای زنجیره‌ای میشن ارزای روحی. میفهمی یعنی چی؟ یعنی که واقعا مشکل روحی دارن، واقعا حرم زادن از درون. خب حرم زاده نه به اون معنی یه فوش فقط، نه اون معنی که خب از درون اونجوری ان. واسه همین وقتی میکشن هاجی مشکل دارن، یارو سایکوپات، یارو مشکل عقده‌ای بدبخته. خب منم چه هر وقت میخوام فوشم حرومی میاد تو ذهنم، ولی منظورم از اون حرومی، اون حرومی نیستش. خون کشیدن به کشور با اسلام زوری همینه. وقتی تو ویدیوشم میگفتم آقا باید این ایرانی بودن خودتو نگه داری، نه مثل این کی نمیدونم اینا به کجا وصلن بچه ها. خب چون جدا چی؟ ببین آخه طرز حرف زدنشون خب شبیه یه کسای خاصیه از در واقع از اسمش چیه، از مخالفان جمهوری اسلامی یه سری ها هستن خب که خیلی حالت خشن و مثلا آقا بذاریم این حرفا که میزنن، نمیدونم اینا به اونا وصلن یا نه. خب ولی این حرفی میزنن شبیه از اون طرف اونا خیلی اسلامی هن و وقتی میگن که اینا با اسلام زوری هن که اینا اسلامی نیستن، پس نمیدونم که بچه های
ملتفت ذهنشون کجاییه خلاصه. میشه میگم ببینید فقط میگه دیدیم با کل کمری و کلا خود تو کوچه ها چکشتون میکننده جوجه ها ما آتیشمون تنده تیزی تو تاریکی برق میزنه انگا چش گرگ ساعت داره صفر میشه بیتا مثل بومه هر رو میشیم سرکش کرد حاجی میشه رنگش کچ کوکتل جاسا توی کوله دندت نر مهمونی مردمی مجلس گرم یه رفیش شد مجلس رو گرم میکنیم چجور گرم میکنیم بوم کوکتل رو اونجا میزنیم و این حرفا البته که ساعت صفر داریم بعدا باید پول ساختش دوباره بدیم ولی چیزی که هستش من نظرم همون آدم ها رو میدونی یه دهنشون سرویس بکنیم حالا خیلی مجلس رو کار بیشتر نشه باشیم حتی هرچه من یه بار یعنی فساد خونه است اون مجلس یعنی هیچ گوهی که نمیخونن هیچی فقط مملکت رو بدتر و بدتر میرینن توش یعنی ریدم تو اون بیشتر آدم هایی تو مجلس هم اکثرشون نه اکثرشون واقعا کیری هم یعنی واقعا کیری هم بری اونجا میفهمی هیچ کاری هم نمی کنه آشاله هنوزم از 67 و عذابان میگیم در دکونتون تخت از پایین کرکرتون اون روزی که ماها فراخان میدیم یعنی دستمون میرسه به خرخرتون کرکرکرکر خنده است قیافه آخوندم رفتن هنوز جون دارن توی زندون ننشستن ولی طول هاشون بارو بستن ببین این که میگه اون روزی که ماها فراخان میدیم یعنی دستمون میرسه به خرخرتون یعنی چی؟ یعنی که این فراخانه که تا الان داریم و مردم اومدن و با هر دست ما به خرخرتون نرسیده یعنی که اینا فراخانه با ندیم وقتی که ما فراخانه بدیم ما قراره بیایم بالا سرت میام چین استادی من به جز این معنی دیگه نمیفهم واقعیت اون میشه یعنی که مثلا همین الان ما دستمون به خرخرتون شاید میرسه فکر کنم منظورش اون که دیگه فکت نیستش که هنوز مونده تا دستمون به خرخرون اصلیا برسه اصلش دم دستیه اصلیا چی ان اونها ان که اسلام زیرو کردن تو چون ملت حتی این زشته اینو حرفو بزنی خب ولی واقعیته من شاید زبونم یه ذره تیز باشه ولی حرفم درسته میشه میگم توله ها کرکره رو کشیدن و بارو بستن بی طرف نظام به تو تکه کرده بی طرفی بدون نظام به تو تکه کرده میزنید استکان خون داغ با کیک بچه داوود دندوناشون هم براتون عین قنده چه تشبیه عجیبی خیلی بده واقعا این حرکت میدونی اصلا یه سه بدیه واقعا اینجور توصیف بعد بی طرف بدون نظام به تو تکی یعنی یه تو که بی طرفی نظام به تو تکی کرده میدونی چرا؟ چون فکر میکنم اکثریت بی طرف باشن خب و واسه حالا بی طرف که مردم نیستن واقعا هیچ کس بی طرف نیست آره ولی اونی که اصلا نمیاد اصلا شرکت بکنه اصلا جهد اونقدر نمیگیره آفرین من بگم منظور بیشتر بی طرف اون کسی که مثلا خودش نمیاد تو وسط میدون چون واقعا کدوم کیریه که از جمهوری اسلامی بدش نیاد خب آشغال لجن جمهوری اسلامی همه بدون اینکه خودشون کار میکنن ها یه دسته ای هستن که با خودشونن که اونا هیچی من هیچی دیگه ببخشید اونایی که در واقع توی خود نظام کار میکنن اونا فرق میکنن با اونایی که باهاشون کار میکنن اونایی که باهاشون کار میکنن ممکنه واقعا اونا هم بگن آقا شما خیلی لجنید و کیرید ولی مجبوری با تو کار میکنید ولی اونا باز اونا شب بی طرفن نه اونا هم نیستن طرف نیستن دیگه اونا هنوز اون سایدن یه دسته هم هستن که آقا مخالفن کاملا یه دسته بیشتری خیلی بیشتری هم هستن که آقا با اینکه بعد وضعیت بعدش میاد ولی خب اونقدر به تنگ نرسن که بخوان کلا به جای آره من دارم میگم این بی‌طرفه مثلا دقیقاً کیان متوجه شد میگم اوکی الان هر کی واسه خودش یه تعریفی داره ولی تعریف هر کسی یعنی واقعیت وجود یعنی واقعیت نیستش متوجه شد میگم یعنی واقعا باید این آنالیز بشه حالا آدرسمو دارن دیگه مخبرای نظام بیاین دیگه کجا موندین بزلای سپاه نمیشه که لافیای بد بگی نمیتونم من با آغوش باز منتظر یکی یکی تونم روحیه نمیبازیم نمیترسیم با نظام فاسد نمیسازیم نمیرخسیم به ساز آخوند نمیذاریم براشو یه خواب آروم میشیم بدتر معمولی که کشی دفتیر حالا نوبت شماست که بشید دستگیر کی گفته در دکونا رو نمیبندیم سر انقلاب نمیخندیم کیو فدرال دکونا رو نمیبندیم سر انقلاب نمیخوایم فکر کنم یعنی در دکونا رو نمیبندیم یعنی دو حالت داره یا که مثلا در دکون شما رو میبندیم و بعدم بتونم میخندیم سر انقلاب یا اینکه مثلا از طرف مردم ما در دکونا رو میخندیم و میایم به انقلاب میپیوندیم و اینو میبریم پوش میکنیم جلو متوجه این فکر کنم دو معنی داره بعد میشیم بعد از مامورایی که کشید هفتیر دستگیر
اوکی، یعنی مثلا بدتر از اون حالتون میگیریم، نمیذاریم براشون بخوابارون. مثلا بساز آقا من بزرگترین حرف من اینه به عنوان یه نفر که من به این نظام جمهوری اسلامی به شدت خیلی زیاد مخالفم، خب مثلا بزرگترین چیز اینه که ما چیزی رو دست آخوند ندیم. اصلا آخوند خوبم نداره، آخوند خوبم که وجود داشته باشه باز میشه اعتبار واسه آخوند بد. مثلا چی میگم؟ واسه همین کلا آخوند نه آخوند نه به آخوند. اینجا داره میگه آقا شما آدرس منم دارید، دیگه خود چرا نمیاد سراغ؟ آره دیگه، خب حالا دیگه چی نمیتونم بیام تو فرانسه اونجا؟ من این که دیگه خیلی مثلا چریکی که نمیفرستن اونجا که بیاد مثلا تو رو بکشه پایین. آها انقدر دردش اصلا اهمیت داشته باشه نه حالا اون یه نفر آره. که ریسم آره. بیاد تو خارج از کشور ترور انجام بدن. اون زمان اوایل بودش که یار رو چی پسر چی بود؟ درصد داره اون اهمیت اون طرف. یکی مثلا اگه مثلا اندازه یه چیز باشی اسمش چی بود؟ رضا پهلوی؟ نه چی؟ فریدون فرخزاد. آره تو از اون باشی میان ولی بازم ولی مثلا اون موقع نیست جلال الان محافظ دارن، الان مثلا حواسشون هست مردم میدونی چی میگم. حالا به هر حال کاری نداریم این قضیهش. باز که بشید دستگیر کی گفته در دکونا رو نمیبندیم سر انقلاب نمیخندیم. هم میدونیم در موضوعش کیاست مثلا این چوس این چوسون بسیجی هاست خب که مثلا میان تو چیز تو دایرکت میان اوه این فلانت میکنم فهم یه کیره ما رو بخور بابا تو میدونی چی بیا اینجا بشین و بعدم بخوره روش. منظور اینه، این منظورش به اوناست. من دیدم بابا اون موقع که این چونیای بسیجی رپر بسیجی ها داشتم میریدم بهشون اومده بودم مثلا چرت و پرت میگم کیره ما رو بخور فهمیدی بسیجی خنده دیوپه اخون دم رفتن هنون جون دارن توی زندون ننشستن دوله ها کرکره رو کشیدن و بارو بستن شهید دادیم الانم شهادت میدیم که بچه میکشین از شهامت میگیم اعدام و خون داره تبعاتی خدمت قضات خونخوار خدماتی تلفاتی تفجاری قناتی اینجاش خیلی درسته، اینجاش خیلی درسته. بچه میکشین از شهامت میگیم خب باز بیاییم خب شام اعدام و خون داره تبعاتی. اون موقع که آجی اشکان مروتی بود اگه درست یادم باشه اسمش، خب همتون رو کیرش کرد تو وسط خیابون با گوله بهش میدین کیرش رو داشت میگرد دهنتون. خب اون موقع شهامتتون کجا بود حسشا؟ میرفتین آقا دست خالی میدم مثلا در حد هستین اصلا میخواین حرفی بزنین بعد بچه میگوشن یارو تو ماشین بره گوله بزنه به بچه رو به مثلا عقب ماشین نشسته چی بهش میگن؟ میدونی کیو دارم میگم؟ کیان پورفلک رو دارم میگم، نمیدونم اون یکی پسره پیرفلک. خب و منظورم اینجور چیزاست. خب یا حتی اون نوجوانا، حتی اون نوجوانا به هر حال چیزی که هستش واضحه. یه بار اینجا بشنوم شهامت میگی اعدام و خون داره تبعاتی خدمت قضات خونخوار خدماتی تلفاتی تفجاری قنات صلواتی آه هم تصاداتی باستم یا با گلنگدن یا با دیر هر جسد دونی بی تی سی هزینه آزادی به قرآن بگه های بی تی اسی به قرآن بگه های بی تی اسی فشمام ریخته بود بی تی اسی چه؟ بی تی اسی آها خب یه لحظه فشمام ریه یک فهم بات خب هر جسدتون یه بی تی بی تی سی هزینه آزادی اوکی بی تی سی نمیم شد بیت کوین دیگه با بیت کوین آها او آره دیگه راست میگه یه اساسین هاجی هایر میکنی ولی به نظر من هاجی خیلی حیفه کسکشان این مردم گوشم ما با تیر بزنین هم تمومش کنی چرا بفرستش واسه آخ تا آخر اون بره زندان یارو این هم آدم کشه تو همینجی بذاریش مثلا بعد بدترین مثلا مدل چیز مدل پابلو اسکوباری خب نه پابلو اسکوبار بود اون یکی کی بود اسمش ال کاپون یا ال چاپو بکنم بود خب نخواهش رو بدترین مثلا زندان خب تا آخر حالا بمون هم اونجا شرایط بد و فلان نبا تو میخوای یارو که این همه آدم کشه این همه ظلم کرد این همه جنایت کرد همینجوری تق بزنین تموم بشه دیوانه است کسی همچین کاری بکنه به نظر من okay. خب حالا این حکومت باطله پلیس خودش قاتله راست میگه صاحب کشوریم گمشو بیرون سدلی آخه یه جورم حالا میدون سلام اوتی شنیدم بعد ترسیدی استعفا تو دادی سدلی اوه آره اون قضیه قطعه قطعه هر روزی قطعه رو خیلی جدی بگی چون در هر صورت اجرایی میشه آدرس خونه امن جدید خانم بچه هارم داریم چاقال فرمول سر جاشه اسمی پنج تا سپایی اسمی پنج آها برای چیز نه نه اسمی که اصلا اینا کشتن اسمی که اصلا بچه ها از پنج تا سپایی به جاش مثلا اوکی بذار لحظه
میگه که آدرس خونه امن جدید زن بچه هم داری. خب این که دیگه یه ذره چیزه، هر چند اینا زن بچه هاشون مثل خوشون فهم میکنن، ولی خب اونا به اون صورت جنایتی نکردن، واسه همین هم تو نیاز نیستش بکشی یارو رو. خب واسه انتقام از هم اینا یه خودش جنایتی که بعدا در واسه جنایت های دیگر رو باز میکنه. به نظر من این صلواتی هم مثلا اگه بگیرن نباید بکشنش. خب جدا از اینکه کشتن خودش جنایت و در جنایت دیگر باز میکنه، مثلا حقش کشتن نیست، حقش خیلی بیشتر از این حرف هست. کشتن که آقا تو آزادش طرفو میکنی اصلا، یعنی تمومه. آمارا خیلی عجیبه اصلا کلا. کدوم آمارا؟ آمار داشتن سخته. آمار دارن، چون میدونی داخل خود همین نظام میدونی خیلی مخالفشونن. به هر حال نظر شما تو کامنت بنویسید. اوکی جالب بود آقا، جالب بود. آخ یه نفرت شاپوری بود. نفرت شهیدی هستش که به نظر من باید ببین. نفرت خب مخربه، این قدرت سریعیه، قدرت مثلا یهو واسط میاد، خب تو میتونی از اون قدرت استفاده کنی به خیلی چیزا برسی، ولی خب مخربم هستش، باید بتونی منیجش بکنی تا اون مثلا تو بری آقا اون حرکت مثلا ببرتت جلو، ولی اون ضربه آخر نباید با نفرت بزنی، باید با رشنال و منطق. به نظر من اینجوری هم اثرش بیشتره هم مخرب دیگه نخواهد. یه جمله خودش هم گفت اعدام و خون داره تلاعاتی. حالا آره. این مدلش رو درست داره، طرف خودش خیلی وضعش خرابه، ولی خب از این آره. هم داره تلاعات خودش داره دیگه و آره. راهای دیگه هست مقابله باهاش. آره. نظر شما چیه تو کامنت بنویسید؟ هرچند احساساتی حرف بزنید واقعا خودتون رو بیچاره کردید. تو هر وقت وابدی به احساساتت، حالا از هر لحاظی بخواد باشه، خودتو بیچاره کردید. مثل بیتون جنیا که ماستون شیر بکنید تا ویدیو بعدی. فعلا.